به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام پروردگار عالمیان، به نام آن کسی که لحظه لحظه نفس کشیدن ما کشیدن های من مدیون آن پروردگار بزرگ و بی همتا هستن و عرض و سلام و درود و خسته نباشید دارم حضور تک تک شما گرامیانی که همکنون بیننده برنامه عصر حریفا از تلویزیون اصلاح هستن. همه قسمی که تمامی شما گرامیان میدانیم سه چیز هست و سه مسئله هست که ما هیچگاه در انتخاب آن کدام تصمیم گیری و در انتخاب آن کدام صلاحیت نداریم که بیایم اونها در زندگی خود انتخاب بکنیم. و اولین مسئله ای که هست تولد ما هست که در کدام خانواده متولد میشیم. دومین چیز جنسیت هست، زمانی که یک طفل به دنیا میایه که تو دختر به دنیا میایی یا پسر، و ای که در کدام کشور متولد میشیم، در کجا به دنیا میاییم. اینها چیزهایی هست که در انتخاب ما نیه و اینها از قبل انتخاب شده و ما با اینها به دنیا میاییم. همه قسم زمانی که یک مادر میای طفل در دامن خود پرورش میده، طفل امنیت خود، محبت خود، عاطفه خود در دامن مادر به دست میاره. و زمانی که مادر در خطر بیفته، طفل در خطر هست، امنیت طفل در خطر هست. همه قسم کشور ما، میهن ما، مادر ما هست که زمانی که مادر ما در صلح، در آرامش وجود داشته باشه، اطفال و تمامی کسانی که در اون کشور زندگی میکنن در آرامش هستن. و اما قسمی که تمامی شما گرامیان در جریان هستیم، امروز 24 هوت و مصادف با یک روز حماسه ساز هست که تمامی هموطنان ما در سر تا سر کشور، به خصوص مردم هرات ما، مردم شهید پرور ما، با حماسه ساختن این روز و با جنگ و با از ای که ایستادن و با تمامی مشکلات مقابله کردن و بدون در نظر داشته از ای که آیا امکانات در دسترس دارن، با کدام سلاح سنگینی در دسترس دارن، با هر آن چیزی که در دسترس داشتن، پیر و جوان، اطفال، زن و مرد با هم دیگر یک جا شدن و دست یکی کردن با صدای آزادی، با صدای اتحاد جلو دشمن استادن و آزادی کشور خود، آزادی دین خود و آزادی بیرق خود را به دست آوردن. و من امیدوار هستم ای اتحاد، ای آزادی، ای شجاعت و ای همبستگی همیشه و همیشه در رگ رگ تمامی افغانهای ما در هر کجا که هستن وجود داشته باشه و همیشه یادگار و درودگوی تمامی شهدای خود باشند که در راه اسلام، در راه دین و در راه آزادی میهن خود جام شهادت نوشیدن. و ما هم ارواح ایشان از خداوند منان خواهانیم که تمامی ایشان بهشت برین جایگاه از ای گرامیان قرار بده. و ما هم خواهانم تمامی هموطنان ما همیشه اتحاد خود را حفظ بکنن و با یک دست بیایم صدا بزنن و وحدت ما نبیدن در نظر داشته از اینکه از کدام دی، از کدام مذهب، از کدام قوم، با چی رنگ و با چی در کجا زندگی میکنین، همدیگر و دوست داشته باشین و همدیگر پذیر باشین. و ما هم باز هم این روز به تمامی شهدا راه اسلام و به تمامی کسانی که بازماندگان ایشان موفقیت و تبریکی عرض میکنم و امیدوارم تمامی کسانی که و تمامی گرامیانی که همکنون حضور دارن این شجاعت و این شجاعت همیشه در رگ رگ وجود از اونها وجود داشته باشه. برنامه عصر حریفا هست، امیدوارم تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین و بیننده برنامه خود باشه. در بخش از برنامه بانو سامی عطایی در برنامه با خود داریم، عضو شبکه بانوان زن در هرات، و خیلی خوش آمدی میگم بانو عطایی گرامی در برنامه از اینکه حضور یافتن و مهمان ما شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت دست اندرکاران تلویزیون اصلاح و تمام کسانی که همین اکنون ما را از شبکه تلویزیون اصلاح بیننده هستند، سلام و عرض ادب دارم. سامیه عطایی هستم، مدیره یکی از مکاتب ولایت هرات و عضو شبکه مدیران زن، شبکه دادخواهی مدیران زن در هرات. خیلی خوش آمدین بانو عطایی گرامی و همه قسمی که در جریان هستیم و میخواییم روی از این مسئله هم صحبت بکنیم که خود
بانوهان و مدیریتی که شما با عنوان یک مدیر داخل جامعه کار میکنه، با عنوان یک خانم جایگاه یک مدیر، جایگاه یک خانم در داخل جامعه چگونه هسته و خود یک خانم با عنوان از یک مدیر هست، با عنوان از یک مادر هست، چی نقش در داخل خانواده و چی در نقش مثبت موفقیت از روی موفقیت خود خانواده و جامعه میتونه داشته باشه؟ تشکر بر همه قراری که بر همه واضح و برهنه که خود زن نیمی از پیکر جامعه و زن تنها نیکی که مادره، بلکه قراری که بزرگان گفتند که زنه که یا مادره که به یک دست گوارر می جنبانه و با دست دیگه جان تکان میده. پس به اساس نقش و برای زندگی زن در تکامل جامعه، در پیشرفت سری و توسعه شکوفایی کشور، در توسعه شکوفایی تربیه اولاد سالم و سازنده از این وطن نقش بسزایی داره و همچنین ما در سطح سر کشور خو، مخصوصا افغانستان که هست، در سطح ولایت خو، مخصوصا در سطح ولایت ایران، در سطح دیگه ولایت، ما همچو زنایی داریم، زنان قهرمان، زنان با شهامت و زنانی که واقعا دوش به دوش مردان در تمام عرصه کار کردن، زحمت کشیدن در قسمت تربیه اولاد سالم و سازنده از این کشور نقش بسزای ایفا البته ایفا کردن. اونها هم البته بیشتر و بیشتر توقع و آرزو دارن که دوش به دوش مردان در تمام عرصه ها سهیم باشن، که البته متاسفانه اید باید یادآور شم که چون همه طوری که مسئولیت و سازندگی و نقش زن در تکامل جامعه، در پیشرفت تمام عرصه ها واقعا به سزای، پس توقع بیشتر میره که باید زنان بیشتر سیر تکاملی داشته باشن و همچنین بیشتر نقش های کلیدی به زنان داده شه، که واقعا طوری که تاریخ به تاریخ به اثبات رسیده که ما زنان قهرمانی داشتیم، همچون ملاله ها و همچون جابرشاد بیگم و همچون زنان دیگه، که واقعا نام از اینا یک ابتکارات، یک خلاقیت و نام از اینا به تاریخ ثبت شده، که همین اکنون ما هم واقعا زنان قهرمان، صدها و هزارها زنان قهرمان دیگه هم داریم که اونا در سیر تکامل جامعه و در پیشرفت جامعه واقعا نقش بارزی دارن. مثلا ما میتونیم که در شرایط فعلی، در شرایط کنونی، ما همین فعلا زنان افغانستان، ما در همچنین در سطح ولایت، در سطح خود افغانستان، ما میتونیم اینا رو مثال بدیم که زنانی هستن که شوهران خود از دست دادن، شوهران شهید شده، شوهران مثلا بیکارن یا کار به اصطلاح به اونا آمادگی ندارن، بیشتر آمادگی کار نداشتن، یا معلولن یا معیوبن. خود امو زنه که قهرمانی خاصی از لحاظ امو تمکینیت و قهرمانی خاصی که زن داشته، امو اولادا خور و همچنین خانواده خور و همچنین خود شوهر خور امرار مشیت میکنه و باید توانایی و باید به اصطلاح خستگی ناپذیر عام و تامه به خاطر تشکیل خانواده خو، به خاطر به اصطلاح برآورده ساختن آرزوهای اولاد خو زحمت میکشه و کار میکنه. چنانچه ما در سطح ولایت خود خود در سطح هرات، ما عمال همچو زنهای واقعا تماما دیدانیم که خود شما میبینید به چشم سر که اونا یعنی فعلا در نقشای کلیدی، که اگرچه بازم توقع از این دیشتیم و داریم که بیشتر نقشای کلیدی به زنان داده شد، اما تا ما اندازه که 30% یا کمتر از 30% واقعا زنان برای زنان نقش داده شده. مثلا ما عمال از جمله میتونیم خانم مونس حسن زاده معاون مقام ولایت نام بگیریم که با توانمندی خاصی، یعنی همچون وظیفه خطیر به خوبی پیش میبرن، و همچنین خانم علی زاده مستفی سی ولایت ایراد کسته، خانم انیسه سروری مدیر رئیس امور زنان کست، و از صدها و هزاران زنان دیگر که واقعا خیلی ابتکارات و شامت و جرأت با جرأت و شامت خاص اخلاقی که دارن و در وجود اینا از هسته، اونا میتونن که با خیلی خلاقیت ها، با خیلی ابتکارات و با خیلی واقعا ربری خوبه میتونن جامعه برسنن و همچنین بیشتر و بیشتر تلاش و خلاقیت هایی داشته باشن در راستای شکوفایی و بهتر شدن اوضاع کنونی کشور،
در دیش و بیش البته مردان. و ما اگرچه که بازم در نسبت به سالهای قبل بازم یک اندازه به اصطلاح امی مژده به ما داده شده و همچنین به اصطلاح یک اندازه رضایتای داریم که نسبت به سالهای قبل زنان بیشتر در سیر تکامل خوب پیشرفت کردن و همچنین بیشتر از حق و حقوق آگاهی خوب آگاهی دارن و باز هم هنوز هم ما تقاضا مندیم از به اصطلاح از دولت خوب از مردم خوب که به خاطر رشد و توسعه زنان بیشتر کوشا باشن. ما از دولت خود تقاضا مندیم که زمین سازی کنند برای رشد توسعه زنان مثلا در قسمت وضع اقتصادی، در قسمت وضع اجتماعی، فرهنگی و تمام ارسال بده در سطح کشور. دیگه خود زن که مثلا اولا از نظر امی فکر کنین که نه تنها در بخش به اصطلاح کارهای اداری و دولتی که در مجموع میبینین بلکه زنان یعنی کمال هم چه زنان قهرمان دارین که در سطح استرالیا و دیگه جاها اونا از امور صنایع دست خو از امور زحمت کشی و آبله کف دست خو واقعا یک زندگی مکمل اینا میسازند واقعا یعنی یک به اصطلاح یک دستاورد دارن که میتونن برای اولادا خو واقعا مستر خدمت باشن و همچنین برای جامعه خو. دیگه باز ما تقاضای ما اینه که هنوزم بیشتر بیشتر از دولتمندان از دولت خو ما به اصطلاح خواهش میکنیم تقاضامندیم که سیر تکاملی زنان بیشتر توسعه بدن تا زنان بتوانن در قسمت حق و حقوقی که خداوند جل جلالی بر اینا داده که چنانچه خود خداوند جل جلالی در قرآن شریف فرمودند که حقوق زنان با مردان مساویه و همچنین در زمان قبلا هم که بوده چون ما کشور و کشور اسلامی و ما بیشتر ارزش‌ها و اعتقادات دینی اسلامی به اصطلاح ما خود ما اولیت فرمان برداریم و همچنین اعتقاد داریم به اون زمان هم که بوده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانواده اینا در قسمت تجارت در قسمت به اصطلاح توصیه و زحمت کشی با اولادها و همچنین دیگه مثال اینا بیشتر سنین بودن و سندشتن که البته ما یک اندازه تأثیر ما یا همو به اصطلاح ناامید ما به اینه که زنان در شرایط کنونی مخصوصا در قسمت پستای کلیدی حضور کمرنگ دارن. تشکر بسیار زیاد بانو عطایی گرامی. روی یک موضوع خیلی مهم اشاره کردین، گفتیم بر علاوه از اینکه بعض از بانوان در پست های دولتی در ادارات دولتی کار میکنن، بعض از خانم های هستن در داخل خانواده با صنایع دستی که دارن، با هنر و مهارت هایی که دارن، خیلی نقش خیلی مهمی در رشد اقتصاد خود خوب و رشد اقتصاد خانواده و جامعه خود دارن. و اگر اشاره داشته باشین روی نقش خود خانم در داخل خانه، روی از اینکه تا چند اندازه مفیدیت داره، روی در تربیت فرزند، در تشکیل یک خانواده سالم، در یک جا نگه داشتن از اونا، وی که تا چند اندازه به عنوان یک پایه و اساس یک خانواده خود یک خانم مطرح میشه و اهمیت داره. بله مسلمه که زن در قسمت رهبری و مدیریت خانه اولا نقش موثر و مثمر ایفا میکنه، چنانچه در قسمت تربیه اولاد خو که واقعا تربیه اولادی که در خانه و خانواده به صورت درست یعنی سالم و سازنده تربیه شه واقعا او تقدیم میشه به جامعه و جامعه از هر بدبختی و از هر نوع رنج و مشقت نجات میده که این هم مربوط میشه به خانم خانه. البته در خانواده که خانم خانه نباشه واقعا مثل از اینه که چراغ در خانه وجود نداشته باشه. پس ما با کمال افتخار و خیلی با درایت و یعنی اطمینان بخشی ما این گپ گفته میتونیم که واقعا زنان چراغ خانه هستند و چراغ خانواده هستند، چون میفهمین جایی که چراغ نباشه حتما روشنایی هم وجود نداره. پس واقعا زنان نقش مؤثر و مثمر در قسمت تربیه اولاد، در قسمت مدیریت خانه و خانواده و در حتی بیرون از خانه و خانواده نقش مؤثر و مثمری دارن. تشکر بسیار زیاد. من به علت
جناب استاد اشاره کردیم روی ازی که چون احتمالاً شاید بعضی از خانم ها باشن داخل خانه کدام شغل بیرونی نداشته باشن، برنامه ما بیننده باشن و این فکر به ذهن از اونها خطور نکنه که تنها یک خانم زمانی بتونه موفق باشه که بیرون از خانه کار بکنه. حتمی بر علاوه ازی که بانوانی از خانم خانه کار میکنه بیرون از خانه هم حتمی شغل داشته باشه. به گفته شما خیلی از مادران موفقی داریم، خیلی از خانم های موفقی داریم که در داخل خانه خود از اونها تربیت، از اونها خودمو سعی و تلاش، زحمت ها، مشقت ها، مشکلاتی که خود از اونها در داخل خانه پشت سر گذاشتن و سپری کردن باعث ازی شده که توانستن یک اولاد موفق، یک استاد موفق، یک انجینیر موفق، یک دکتر موفق و به نحوی بتونن به جامعه تقدیم بکنن. پس مطمئنن اون بانوهای گرامی که در داخل خانه هستن آن قسمی که یک بانو در بیرون از جامعه میای نقش خودت هم ایفا میکنه، اون خانم هم خیلی نقش مهمی در رشد و تربیت خود فرزند خود و در نقش در داخل جامعه داره. و جناب استاد روی از این که خود بانوانی که چی در داخل خانواده هستم چی در بیرون از خانه کار میکنم، به نوعی اگر یک مقایسه ای داشته باشیم وضعیت از اونها تا چند اندازه تغییر کرده؟ قسمی که خود شما اشاره کردین در اطراف خیلی از بانوان هستن که با استفاده از صنایع دستی خود میان رشد اقتصاد خود رو بالا میبرن، یعنی اقتصاد بانوان نسبت به گذشته ها تا فعلا تا چند اندازه تغییرات و تحولات اومده؟ بله، تا جایی که میبینین اقتصاد خانه و خانواده از رشد و توانمندی زنان یعنی بیتر و خوبتر شده، به خاطر از اینکه زنان توانستن که خودکفا باشن، از اون هنر دست خو، از بستلا، از آبلی کف دست خو، که حتی پیشتر یادآور شدین شما که حتی اگر ببینین از یعنی خانه و خانواده وظیفه نداشته باشن، اونا میتونن که امرار رو مشیت کنن، یعنی هم برای اولادا خوب برسن و هم با خانه و خانواده یک کمک باشن، کمک اقتصادی باشن. از این لازم مثلا حتی یک زنی که واقعا ما افتخار میکنیم به وجود همچو زنایی که البته اکثریت میبینین که شوهرها خود از دست دادن یا معلوب متزنده هستن، معیوبن، معلولن، اما همون زن با او همه با وجودی که با او به اصطلاح جسامت نعیف و ضعیفی که داره، واقعا حتی روزها تا به شام به دروازه خانه ها کار میکنه با سخت‌ترین شرایط، با خیلی با مشقات بیشتره، به خاطر از اینکه اولاد از او آرام باشه، خانواده از او آرام باشه، یا شوهر از او که معلول به خانه افتاده آرام باشه. حتی بسیاری از شوهران که کار وظیفه ندارن، اما همون زن به اصطلاح هم وظیفه مرد در خانه اجرا میکنه و هم وظیفه یعنی همون زن و مادری ادا میکنه. پس ما واقعا افتخار میکنیم به وجود زنان و هم چون زنانی که واقعا شایستگی‌های خاصی از خود نشان دادن و شایستگی‌های خاصی دارن به قسمت در قسمت تربیه اولاد وطن، در قسمت اقتصاد وطن، در قسمت نیرومندی و توانمندی زنان در سطح کشور، خداوند برای هم چون زنانی که واقعا به خاطر تربیه سالم و سازنده اولاد از این وطن خدمت میکنن، زحمت میکشن، خداوند برای اینا مزد بده و خداوند اونا همیشه در تمام عرصا کامگار داشته باشه. و بازم هنوز هم ما توقع داریم و هنوز هم ما به اصطلاح ما هنوز نیاز داریم و توقع داریم، توقع بیشتر بیشتر از داریم که برای زنان باید 30% باید که 50% حق داده شه که در سطح بیرون از خانه کار کنن، زحمت بکشن، به خاطر از اینکه واقعا توانمندی خاص زنان دارن که بتونن دوش به دوش برادرها کار کنن. اما متاسفانه در شرایط کنونی در بیشتر از مسائل شما میبینین که زنان واقعا توانمندی هم کار دارن، امتحان میدن، حتی بهترین نمره میگیرن، بهترین به اصطلاح شایستگی و خلاقیت خود به کار میندازن، بازم کوبیده میشن، به اصطلاح حق به اونا داده نمیشه، یا به خاطر از این که فکر کنین که شاید هم بسیاری مسائل باشه که یا از نظر تبعیض جنسیتی باشه یا از نظر از این که دولت ما یا دولت مردان ما یک اندازه همو عدم توجه نهی در قسمت به اصطلاح حق از حقوق زنان در رابطه به کار اینا، در رابطه به حق اینا که بزنها داده میشه، که انشالله ما آرزو داریم که بازم انوزم ما با ریزش در این قسمت، انوزم زنان باید کار کنن، باید تلاش کنن،
و حقوق مساوی در برابر مردان داشته باشند. تشکر بسیار زیاد. روی موضوع خیلی خوب اشاره کردنی که خود خانم ها باید تلاش بکنن، سعی تلاش بکنن و جایگاهی که دین مقدس اسلام در چارچوب قوانین و مقررات و قوانین اسلام برای یک زن داده و مد نظر بگیرن و او که امور خود از اونها به دست بیارن. و روی از این مسئله که خود یک خانم زمانی که میایه خودکفا میشه، زمانی که میان سطح سواد از او بالا میره، تا چه اندازه میتونه خود روی خود از او، روی خانواده از او و به نحوی روی شغلی که به دست میاره، روی از اینکه یک جایگاهی که در داخل جامعه داره بتونه با اون استعداد و توانایی خود خود به دست بیاره، تا چه اندازه روی از این مسئله میتونه تأثیر گذار باشه؟ دقیقا این مسئله خیلی واقعا تأثیر گذاره در جامعه، به خاطر از اینکه واقعا زن، خداوند زن یک موجودی آفریده که در قرآن شریف هم ذکر شده که خود زن نقش به سزایی داره که بیشتر یادآور شدین، به خاطر از اینکه اولا یک مادره. فکر کنین یک مادر که از ابتدای زندگی خود که در خانه و خانواده به خاطر مثلا تشکیل خانواده میده و بعدن باز برای به تربیه اولاد خوب همیشه سهم بارز داره و در قسمت حموت تیه و امرار معشیت زندگی سهم پیشایی داره. پس به این خاطر دقیقا حموت وجود زن و همچنین خود توانمندی زن نقش مهم و بسزایی در تشکیل خانواده میده و در تربیت اولاد از کشور سهم بسزایی داره. به نظر شما چگونه خانم ها میتونن جایگاه خود را پیدا بکنن و هم قسمی که خود شما گفتن نقش های کلیدی برای خانم کمتر داده شده، چگونه اون نقش های کلیدی که از نظر حقوقی داخل جامعه برای یک زن مد نظر گرفته شده اونا به دست بیارن و روز به روز جایگاه و کرسی هایی که برای یک خانم مد نظر میگیره اونها حق از اونها برای خود از اونها داده بشه؟ بله، به نظر من بیشتر باید زنان از حقوق حقیقی خیش با خبر شن. یک مسئله و دیگه در مورد دوم امی، چون کشور ما کشور اسلامیه، ما بیشتر به ارزش ها و اعتقادات دینی معتقدیم، باید به یک قسمت علما و روحانیون محترم، مستفیدان محترم، اینا هم باید نقش داشته باشن به خاطر آگاهی دهی زنان مثلا به مساجد، به اماکن مقدسه، به طور مثال به مکاتب، به اکثریت جاهایی که واقعا اجتماع در قسمت حق و حقوق زن به خاطر آگاهی دهی بعضی از خانه ها و خانواده ها که یک اندازه تعصبات دارن، یک اندازه رویدات فامیلی دارن، باید برای از اون آگاهی داده شه و همچنین برای اولاد، البته برای اولادای از اونا، برای خود از اونا به اصطلاح یک توصیه باشه که برای همگی بفهمن که واقعا زنان حق و حقوق مساوی و برابر دارن در با مردان. البته این بسیار یک کار به اصطلاح مهم و برازندیه که در نقش و توصیه شگوفه‌ای خود خانه و خانواده و تربیت اطفال و همچنین کشور ما واقعا موثره و مثمره. تشکر بسیار زیاد بانوهای گرامی. بگه در آخر کدام گفتنی داشته باشیم در خدمت برای بیننده های ما، برای خانم ها و دوستانی که شما بیننده هستم از طریق تلویزیون اسلام؟ بله، من نظر من و توصیه من اینه که بازم از تمام فامیل های محترم، از تمام دولت مردان، از مویسفیدان، از متنفذین و از تمام مردم اقشار جامعه آرزو دارم و تقاضا مندم که همو حق و حقوقی که خداوند برای زن داده شده او رعایت کنند و به اصطلاح خود از اونا واقعا یک پشتیبانی باشن، یک حمایتگری باشن، یک پایه حمایتی باشن برای زنان که زنان بیشتر بتونن روش کنن، بیشتر بتونن واقعا مستر خدمتی باشن برای وطن خود، برای اولاد خود و همچنین با یک روحیه آرام و آرام و آسایش، با یک روحیه به اصطلاح سلپذیری، با یک روحیه بسیار خوب بتونن برای اولاد خود، بلی یک مادر باشن واقعا و همچنین برای شوهر خود یک همسری باشن واقعا بتونن با مو شایستگی که در وجود نرسته بتونن خلاقیت های ابتکارات خود رو تبارز بدن. تشکر بسیار زیاد جناب استاد از حضور شما در برنامه. تشکر از حرفای خیلی زیبا و مورد قبول شما. زنده باشین. تشکر از شما که وقت خود به خدمت ما گذاشتین، برای ما وقت دادین که ما
بتونین از این برنامه خوب شما مستفید شین و البته به اصطلاح امروز دردایی که داشتین و امروز نظریات که داشتین با شما در جمع تشکر از حضور شما همچنان و تشکر میکنم همچنان از بیننده های گرامی که ما همراهی میکنند و بیننده برنامه عصر حریوا هستند. فعلا میان برنامه کوتاه میگیریم و بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم و ما همراهی.